یک ماه پس از فرار اشرف غنی و سقوط کابل به دست طالبان، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا بخش اندکی از این ماجرا را فاش کرده است. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشال بریتانیا گفته، بر بنیاد طرحی که ساعات پیش از سقوط کابل به دست طالبان روی آن توافق صورت گرفته بود، قرار بود تا دست یافتن به یک توافق در مورد حکومت آینده در افغانستان، اشرف غنی در سمتش به حیث رئیس جمهور این کشور باقی بماند. اما به گفته خلیلزاد، فرار اشرف غنی روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را برهم زد. چیزی که نماینده ویژه به آن اشاره کرد این واقعیت بود که غنی علیرغم اظهار نظرهای خصوصی و علنی بسیار متفاوت از کشور گریخت و خلای قدرت ایجاد شد و سفیر خلیلزاد به این نکته اشاره کرد که به آن خلای قدرت طالبان احساس کردند که چاره ای ندارند جز این که وارد شهر کابل شوند و اساسا آنچه را که در آن آخر هفته شاهد بودیم تقویت کنند. هرچند منتقدین به شمول شماری از قانونگذاران آمریکایی به خاطر سقوط حکومت افغانستان و نحوه مدیریت پایان جنگ آمریکا در این کشور خواهان استعفای زلمه خلیلزاد شدند، اما آقای خلیلزاد حاضر نشدن طرفهای افغان به مذاکره را دلیل فروپاشی نظام در افغانستان می‌داند و می‌گوید که او تلاش خود را برای پیشبرد بهتر این روند انجام داده است. تا آخر همه چیز به شکل مخفیانه و پنهانی و استخباراتی صورت گرفت و بالاخره در بحثار همون توافقات پنهانی بود که متاسفانه ما شاهد فروپاشی نظام افغانستان، فروپاشی دولت افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان. در این حال پارلمان اروپا در قطعنامه با نگرانی از آینده افغانستان و فرار اشرف غنی خواهان تحقیق درباره ادعاهای سوی استفاده احتمالی از بودجه افغانستان توسط اشرف غنی شده است. 27 عضو این اتحادیه برای برقراری ارتباط با طالبان دست کم 5 شرط گذاشتند و شمول تشکیل یک حکومت همه شمول. ما در کنار مردم افغانستان هستیم. وقوع حوادث در افغانستان برای همه خانواده‌های سربازان و زنان خدمتکار عمیقا دردناک بود. ما در برابر فداکاری آن سربازان، دیپلمات‌ها و امدادگران که جان خود را برای هدف مشترک ما فدا کردند، تعظیم می‌کنیم. برای اطمینان از اینکه خدمات آنها هرگز بیهوده نخواهد بود، باید در مورد چگونگی پایان ناگهانی این ماموریت فکر کنیم. این در حالی است که پیشتر اشرف غنی رئیس جمهور فراری ادعاهای دزدیدن پول بر خودش را رد کرده و گفته که به خاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر و تهدیدهای امنیتی بر جان خودش کشور را ترک کرده است.